سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که در خدمتتون هستم. اگرچه برنامه امروزم رو میخوام در رابطه با سفارت روسیه در ایران صحبتی داشته باشم، ولی اجازه میخوام که در مرحله اول تسلیت و همدردی خودم رو با مردم آبادان با همه جای ایران اعلام بکنم و این رو بگم که ما ایرانی ها به هر حال از نظر فرهنگی وقتی که کسیمون رو از دست میدیم همدیگر رو تنها نمیگذاریم، بازماندگانمون رو تنها نمیگذاریم. امروز این تنها نگذاشتن برای مردم آبادانه. دیروز برای بازماندگان هواپیمایی اوکراین بود، روز بعد قبلش باز در رابطه با 98 بود، بازماندگان کشتار 98، قبلترش کشتار 96، قبلترش کشتار 88، قبلترش کشتار 78. همینطوری بیایم جلو تا ببینیم که به چه روزی افتادیم. امروز اگرچه مسئله هم آبادان مطرحه، ولی مسئله همه ما در هر کجای ایران مطرحه. به این دلیله که من میگم همدیگر رو تنها نگذاریم. همدیگر رو تنها نگذاریم. هممون یکی هستیم. یه روز اسممون معلمه، یه روز اسممون کارگره، یه روز اسممون دانشجوه، یه روز اسممون کشاورزه، یه روز اسممون راننده است. این مجموعه ای که ما ایرانی ها رو تشکیل میده. یه روز اسممون کرده، یه روز ترکه، یه روز بلوچه، یه روز بختیاریه، هر کدوم هیچ تفاوت نمیکنه. یک روز عرب. بحث رو اگر که گسترده تر از این بخوایم بکنیم به جایی میرسیم که به هر حال ناگزیر باید که کتاب ها نوشته بشه. ولی اگر در یک چیز مشترک هستیم، در یک چیز مشترک هستیم که این فاجعه که 43-44 ساله روی ما مردم ایران در هر قوم و قبیله‌ای، در هر شهر و روستایی، در هر مذهب و دینی به وجود آمده، این بی‌هویتی، این حقارتی که اسمش جمهوری اسلامیه بر سر ما آمده، ناگزیر این وجه مشترک همه ماست که باید از بین بره. این همون چیزیه که من در یکی دو هفته پیش تا به الان دارم اعلام میکنم. باید این متجاوز رو بیرون انداخت. هیچ بیگانه‌ای بیشتر از این تجاوز نکرده. در هیچ دوره‌ای، خاصه که امروز ما در قرن 21 هستیم. همدیگر رو تنها نگذاریم. تفاوت نمی کنه ما کی هستیم، چه شغلی داریم، چه دیدگاهی داریم، چه خواستگاهی داریم، چه حکومتی رو می خواهیم داشته باشیم، اصلا تفاوت نمی کنه. مهم اینه که ما کجا قرار گرفتیم. با همون مسئله عادات فرهنگی خودمون همدیگر رو تنها نگذاریم. آبادان رو امروز، همه ایران رو امروز و فردا. مطمئن هستم که به نتیجه خواهیم رسید. ولی چرا گفتم که میخوام در مورد سفارت روس، حالا اسمش روسیه است، ولی قدیم بهش میگفتن سفارت روس، اون یکی را میگفتن سفارت انگلیس. چرا میخوام در این مورد صحبت بکنم؟ به این دلیل که میخواستم به شما بگم که از حدود 100 سال پیش به این طرف هیچ ناظر و شاهدی وجود نداره که ببینه که در اون دوران چه گذشته. ولی تاریخ معاصر ایران به خوبی روشنگر اینه که
استعمار روس، استعمار انگلیس بیشتر 150 ساله که مردم ما رو و کشورمون رو گرفتار کرده. از زمانی که انگلیس ها امیر کبیر رو از بین بردن و آقا خان نوری رو جاش نشوندن که دست نشوندشون بود، ماجرا ادامه داشته تا به امروزی که میرسیم به آقای خمینی و سلفش آقای خامنه ای. همچنان چرا میگم سفارت روس؟ برای این که اونهایی که نمیدونن بدونن که محمد علی شاه قاجار وقتی که جلوی مردم ایستاد و مجبور به فرار شد، به سفارت روس پناهنده شد، به سفارت روسی که اونجا امان بهش بدن و مردم نکشنش. متاسفانه امروز داریم میبینیم که این ماجرا داره تکرار میشه. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نه به قول بی بی سی رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی خودشو در آغوش سفارت روس و آقای پوتین و چین انداخته برای باقی موندن. امکان نداره این ادامه پیدا بکنه، ولی واقعیت تلخ بر اینه که تاریخ ما داره تکرار میشه. تاریخ وحشتناکی که هر روز به قول معروف هر روز به شکلی بوت عطار عیار درآید. هر روز یه شکلی، امروز به این ترتیبه که ما به کجا رسیدیم و جمهوری اسلامی برای چند سباهی باقی موندن ایران رو به فروش گذاشته و چارزانو جلوی روسیه و پوتین و چین نشسته، همه چی رو در اختیارشون گذاشته برای اینکه ادامه پیدا بکنه این حکومت. ولی محاله. ببینید، من میخوام که به طور مشخص و روشن هشداری رو مطرح بکنم که ایران و مردمش در خطرن. موقعیت خطیری به وجود آمده، موقعیتی که امروز میبینیم اگرچه به مانند اوکراین روسیه به ایران حمله نکرده، ولی تفاوت نمیکنه. ما شاهد مراحل فاجعه آمیزی هستیم که متاسفانه میتونه به جنگ های داخلی و خارجی بیانجامه. نقطه کوری همین الان در بدخشان تاجیکستان میبینیم، در افغانستان میبینیم، در لبنان میبینیم، در عراق میبینیم، در گوش و کنار، در بحرین، در کویت، در جاهای مختلف. نقش اسرائیل، نقش امریکا، نقش انگلیس، نقش اتحادیه اروپا، همه اینها روی ایران میتونه اثرگذار باشه. امروز وقتی که میرسیم به این که برجام شکست خورده دلار رو به نزدیک 30,000 تومان میبره و میتونه به 50,000-60,000 تومان برسونه، گوش بکنیم. لازمه که به خودمون بیاییم، به خودمون بیاییم و به خودمون هشدار بدیم، بگیم که تفاوت نمیکنه دین و مذهب من چیه، من مسلمون هستم، مسیحی هستم، زرتشتی هستم، نمیدونم یهودی هستم، و اگر ایرانی هستم، اگر کرد هستم، اگر بلوچ هستم، اگر عرب هستم، اگر بختیاری هستم، اگر ترکمن هستم، هر کجایی که هستم، اگر در این مجموعه فعلا زندگی میکنم که امیدوارم همیشه زندگی بکنم، بیایم و ببینیم که دشمن مشترک کیه، با دشمن مشترک چی کار باید کرد. آیا باید دشمن مشترک رو به عنوان متجاوز از ایران بیرون کرد؟ بله، باید دشمن مشترک رو به عنوان متجاوز از ایران بیرون کرد، به عنوان بیگانه. ولی یادمون باشه
موانع و عوامل بسیاری در اینجا دخالت دارند. چه چیزی؟ عوامل داخلی، همین کسانی رو که جمهوری اسلامی به عنوان اصلاح طلب، به عنوان نمیدونم بریدگان اصلاح طلب، به عنوان نمیدونم رهبران صادراتی در داخل اپوزیسیون، اینهایی که میفرسته. از طرف دیگه مسائل خارجی، مگه ما یادمون رفته؟ من همین الان به شما گفتم که سفارت انگلیس مثلا در ایران چه کار میکرد؟ نخست وزیر تعیین میکرد، نخست وزیر میکشت یا نمیدونم سفیر یا هر کسی دیگری رو، ایران رو تقسیم میکرد با کمک روسیه. همه اینها وجود داشته و داره. اون روز رادیوی بی بی سی چی کار میکرد؟ امروز تلویزیون بی بی سی و تلویزیون ایران اینترنشنال و تلویزیون من و تو چه کار میکنن؟ ننگین کار برای ما، ننگین ترین کار برای ما اینه که فکر بکنیم اونها به دنبال منافع ایران هستن. نه، اونها به دنبال منافع خودشون هستن. اونها به دنبال این هستن که به هر شکلی ایران سر بلند نکنه. مایی که برای یک لقمه جلوی دوربین نشستن، برای این که فقط و فقط نمیدونم مطرح باشیم، برای اینکه یه پولکی کم و زیاد بگیریم، خودمونو به اونها میفروشیم که هدف اونها رو برگزار بکنیم. هدف اونها چیه؟ هدف اونها دشمنی با ایرانه. اونها راه خودشون رو دارن. ماییم که برای جلوی دوربین نشستن همه کار میکنیم. عواقب این کار ناگزیر باید که پس دادنی باشه. جلوی مردم ایران به هر شکلی، هیچ تفاوت نمیکنه. ما ناگزیریم بهش توجه بکنیم. ناگزیر هستیم که ببینیم که چه راهی رو باید برای امروز و فردامون، برای بچه هامون، برای آینده کشورمون، برای هر منظوری راه که جلو میریم چی باشه. هیچ راهی وجود نداره جز این که به فکر بنشینیم، ببینیم که با این موزل چی کار باید بکنیم. به فکر نشستن، فکر ایدئولوژی نمیخواد. فکر نمیدونم به حکومت آینده نمیخواد. فکر آینده سازی میخواد، آینده نگری میخواد، تصویر امروز و فردای ایران رو طلب میکنه. و اما یه نکته هم بگم، به بدنه سپاه، به بسیج، به نیروی انتظامی، به ارتش، به همه اون دستاندرکارانی که نیروهای امنیتی و غیره و غیره رو تشکیل میدن، غیر از اون بدنه اون معدود گروه بالا، یادتون باشه مردم در عذابن. آقای خمینی میگفتش که از حکومت قاسب حمایت کردن، اطاعت کردن حرامه. من خوشبختانه آقای خمینی نیستم، ولی میگم که اطاعت کردن از کسانی که دستور کشتار میدن به گرسنگان، کشتار گرسنگان و تشنگان، 100% غیر منطقی است. به خودمون بیاییم، به خودتون بیاییم. من منظورم با اونهایی بودش که در بدنه نیروها هستن. سپاسگزارم.